سلام من آرش رحمانی هستم و توی این ویدیو میخوام در مورد یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان فرانسوی قرن بیستم یعنی ژاک دریدا و فلسفه مخصوصش دیکانستراکشن یا شالوده شکنی براتون صحبت کنم شعار کانال من همیشه این بوده که ادبیات فلسفه رو به زبان ساده براتون توضیح میده اما بعضی وقتا این سادگی واقعا چالشی میشه مخصوصا وقتی داریم راجع به فیلسوفی صحبت میکنیم که معروف به سخت بودن و اینکه درک متونش بسیار بسیار کار سختیه اما در طول این ویدیو تلاش میکنم که هم دریدا رو بهتون معرفی کنم خلاصه ای از نظریاتش که میشه همون دیکانستراکشن رو بهتون بگم و بعد سعی کنم که به صورت عملی یه اثر ادبی و یک اثری از فرهنگ عامه یعنی یک سریال رو براتون دیکانسترکت کنم تا اینکه متوجه بشین که مفهوم دریدای دیکانستراکشن دقیقا به چه معنیه امیدوارم که تو این ویدیو با من همراه باشین بریم تو ویدیو خب همونطور که بهتون گفتم صحبت کردن در مورد دریدا واقعا کار راحتی نیست نکته ای هم که در مورد دریدا وجود داره اینه که شاید هیچ فیلسوف دیگه ای به اندازه دریدا انقدر عقاید متناقض در موردش در طول تاریخ فلسفه غرب وجود نداشته به عقیده بعضی ها ژاک دریدا نماد یکی از بزرگترین متفکران غربی در قرن بیستم بود کسی که تونسته بود تمامی ایده هایی که ما به عنوان ایده های نچرال و ارگانیک در نظر می گرفتیم رو به چالش بکشه از دیده یه عده دیگه او شارلاتانی بیش نبود حتی وقتی که سال 1992 بود که دانشگاه کمبریج تلاش کرد که یک دکترای افتخاری بهش اهدا کنه خیلیا با این موضوع مخالفت کردند و گفتن که اصلا اصول نوشتار رو رعایت نمیکنه یا اینکه اصلا وضوح کافی نداره متونش و یک شارلاتانی بیش نیست که سعی میکنه علکی ادای سخت صحبت کردن رو در بیاره تا اینکه بگه من متفکر برجسته ای هستم اما دریدای خوشتیب کاریزماتیک با اون پیپ معروفش واقعا تونسته که بسیاری از مفاهیم دنیای ما رو به چالش بکشه و من سعی میکنم توی این ویدیو اول به صورت خلاصه بهتون بگم که ویژگی های منحصر به فرد نقد شالوده شکنی چه چیزیه و توی بخش دوم هم همونطور که اشاره کردم میریم سراغ یه چند تا اثر مختلف تا به صورت عملی ببینیم که چطور میتونیم نقد دیکانسترکشنی از آثار مختلف رو ارائه بدیم برای اینکه بتونیم دیکانستراکشن رو بهتر درک کنیم باید اول با ساختارگرایی یا استرکترالیزم آشنا بشیم متفکرین استرکترالیست که از ایده های فردیناند و سوسور زبانشناس تأثیر گرفته بودند، بر این باور بودن که سیستم زبان ما به این صورته که هر دال یعنی اون شکل نوشته شده یا ادا شده یک مفهوم به یک مفهوم در دنیای واقعی به یک مدلول در دنیای واقعی اشاره میکنه به عنوان مثال اگه شما دنبال معنی کلمه گربه باشین میگین کلمه گربه چه حالت نوشتاریش و چه حالت ادا شدهش به اون حیوان خوشکل نازی که در دنیای بیرون وجود داره اشاره میکنه این تفکر پسا ساختارگرا به این اشاره میکنه که دالها به یک مدلول در دنیای واقعی اشاره نمیکنند و در یک سیکل بیپایان به دالهای بیشتری در زبان شما رو ارجاع میدن به عنوان مثال شما وقتی که میخواین که معنی کلمه گربه رو متوجه بشین فرض کنین که کسی نیست ازش بپرسین میرین یک فرهنگ لغت رو باز میکنین و کلمه گربه رو توش جستجو میکنین خب این دیکشنری که نمیاد که یه گربه واقعی رو مثلا به شما نشون بده بگه این مفهوم کلمه گربه این حیوانیه که الان تو واقعی میبینیش اون دیکشنری میاد تو رو به کلمات دیگه ای که هر کدومشون یک دال هستند ارجاع میده به عنوان مثال توی این تعریف گربه امکان داره کلمات دیگه ای از جمله حیوان پشمالو، ناز و چیزهای اینطوری وجود داشته باشه حالا شما تصور کنید که معنی کلمه حیوان رو هم شما نمیدونین در نتیجه باید حالا برین معنی کلمه حیوان رو چک کنین و خب حالا در معنی کلمه حیوان باز هم یک سری دال دیگه وجود داره در نتیجه دریدا و باقی متفکرین پسا ساختارگرا به این موضوع اشاره میکنن که دالها در زبان در یک سیکل بی پایان به دالهای بیشتری اشاره کنند توی دنیا و نکتش هم اینه که ما از این طریق میتونیم هر چیزی رو یک متن بنامیم چون میتونیم هر چیزی رو با زبان توصیف کنیم و این جهان به مسابه متن یکی از ریشه های این مفهوم دقیقا از همین تفکر پساساختارگرایی و تقابلش با ساختارگرایی نشأت میگیره کلمه ای که ژاک دریدا برای توصیف این حالتی که الان براتون توصیف کردم به کار میبره کلمه تریس یا رد دریدا به این موضوع اشاره میکنه که هر کلمه ای توی این سیستم افتراقی زبان رد تمامی کلماتی که معنای متفاوتی با اون کلمه دارن رو درون خودش داره با عنوان مثال کلمه قرمز رد تمامی کلمات دیگهی که به رنگهای دیگهی غیر از قرمز اشاره میکنند رو درون خودش داره و به همین دلیل که من میتونم رنگ کلمه رنگ قرمز رو از کلماتی که به رنگهای دیگهی مثل سبز یا آبی به عنوان مثال اشاره میکنن تشخیص بدم و اینها رو از همدیگه متمایز بدونم. نقد دیکانسترکشنی هم دقیقاً بر اساس همین منطق شکل گرفته. دریدا بر این عقیده بود که فرهنگ و تمدن غربی همیشه بر این اصل استوار بوده که بگه دنیای ما رو یک سری کلمات و یا یک سری مفاهیم توضیح میدن که ادعا میکنن به صورت کاملا طبیعی و ارگانیک توی دنیا وجود دارن و دیگه قابل تجزیه به کلمات دیگه ای نیستن یعنی خودشون اون اصل معنابخش به زندگی انسان ها هستند ولی خودشون قابل تجزیه به کلمات دیگه ای نیستن این کلمات تجزیه ناپذیر که خودشون رو منشأ معنی همه دنیا میدونن یکی از اصول بسیار مهم نقد شالود شکریه به عنوان مثال دریدا در مورد پیتریارکی یا مرد سالاری صحبت میکنه و ادعا میکنه این ایدئولوژی مرد سالاری میگه که من سرمنشأ معنی هستم و به همین دلیله که جوامع مختلف خودشون رو بر اساس من استوار کردن یعنی در دل چنین جوامعی من هستم که به تمامی بخش زندگی مردمان و اون جامعه معنا میدم حالا دریدا میاد این مفهوم مثلا مرد رو اسمش رو میذاره مدلول استعلایی یعنی چیزی که دیگه بیشتر از اون قابل تجزیه نیست و همچنین کلمه ای که به ما کمک میکنه که مرد رو تعریف کنیم که در این مثال به خصوص میشه فلس که تفاوت بین زن و مرد بودن رو مشخص میکنه رو اسمشو میذاره دال استعلایی اما دریدا خب قاعدتا چنین مفاهیمی رو قبول نداره که میتونن درست باشن دریدا به این موضوع اشاره میکنه که جوامع مختلف همیشه سعی کردن که یک ایدئولوژی رو در دل خودشون داشته باشن به با عنوان مثال همین مرد سالاری و بعد به خاطر اینکه به یک قشر از آدما برتری بدن نسبت به یک قشر دیگه اومدن یک سری جفت های متقابل یک سری باینری اپوزیشن تقابل های دوگانه رو تشکیل دادن که در این کیس به خصوص میشه مرد و زن و بعد اون کلمه ای که نزدیکتر به ایدولوژی به این دلیل که اون ویژگی مشخصی رو که متمایزش میکنه از اون کلمه دیگه داره به عنوان مثال مرد چون دارای فلس میتونه باشه پس به ایدولوژی مرد سالاری که دال استعلایش فلسه نزدیکتره و توی همچین جامعه و این تقابل دوگانه کلمه مرد همیشه بالاتر از کلمه زن قرار میگیره و ارجحیت داره و اولویت داره به زن بر اساس تفکر دیکانسترکشنی چون این تقابل های دوگانه ای از اساس اشتباه هستند چون همیشه یک کارکرد ایدئولوژیک دارن یعنی اینطوری این نیست که واقعا این دوتا مفهوم مختلف در یک رقابت سالم جلوی هم قرار گرفته باشن و یکیشون تونسته باشه برتری خودش رو اثبات کنه معمولا کلمه ای برتری بهش داده میشه که نزدیکتر به ایدئولوژی حاکم در نتیجه توی خانش دیکانستراکشنی از آثار مختلف دریدا و همکیشانش بر این باور هستند که یک باید این تقابل های دوگانه و جفتی رو پیدا کنیم سپس تشخیص بدیم که کدومش به ایدئولوژی نزدیکتره تا بهش بگیم که چرا تو اولویت بهت داده شده و در نتیجه ما باید سمت مقابل رو حالا نگاه کنیم ببینیم اون کلمه دیگه ای که حقیرتر و پستر از اون کلمه در نظر گرفته شده چیه و بعد نشون بدیم که چطور در اون فرهنگ در اون دنیا و یا داخل اون متن ما میتونیم شواهدی پیدا کنیم که اتفاقا برتری شاید این قسمت دوم رو نسبت به اولی نشون میده و اینطوری این تلاش و کشمکش بین این دوتا رو انقدر به تصویر بکشیم تا به یک بنبست معنایی میرسیم این بنبست معنایی که دریدا اسمشو میذاره آپوریا در واقع وقتی رخ میده که از طریق اون سیستم بلاغی متن ما نشون میدیم که چطور واقعا هیچ کدوم از این دوتا کلمه نسبت به هم مزیت و برتری آنچنانی ندارن در نتیجه اون ادعایی که اون ایدئولوژی داشته یا اون متن داشته که این کلمه نسبت به اون یکی برتری داره از هم در واقع دوچار فروپاشی میشه و از این طریق ما میتونیم یک دیکانستراکشن انجام بدیم از این طریق که نشون بدیم که متن نمیتونه توجیه کنه برتری یک کلمه رو نسبت به اون یکی و در نتیجه این بنبست معنایی به وجود اومده توی متن وقتی که این آپوریای متن پیدا بشه و ما بتونیم اثبات کنیم که این خاصیت بلاغی زبان اجازه نمیده که واقعا هیچ کدوم از این دو تا کلمه برتری نسبت به اون یکی داشته باشن به این ترتیب ما میتونیم ایدئولوژی پنهان در متن رو هم به چالش بکشیم و در نهایت از بینش ببریم خیلی ممنونم که توی این ویدیو با من همراه بودین این ویدیو یه بخش دوم هم داره که به صورت عملی یک اثر ادبی و یک اثر تلویزیونی یعنی یک سریال رو براتون از دیدگاه دیکانسترکشنی نقد خواهم کرد که ایشالله به زودی میتونین اون رو هم ببینین اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین، سابسکرایب کانالم فراموش نشه تا قسمت دوم و ویدیوهای بعدی خدا نگهدار